در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تیرگی روابط بین آمریکا و روسیه و بررسی سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به مسکو. It is unclear whether Russia failed to take this obligation seriously. محمود احمدی نژاد با وجود مخالفت رهبری ایران خود را در انتخابات ریاست جمهوری کشور کاندید کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران چگونه برگزار می شود؟ و برگزاری عید ویساک، جشن مذهبی اهل هنود و سیک ها در ولایت ننگرهار افغانستان. سلام، احمد شرزیو هستم و برنامه خبری امروز چهارشنبه 12 ماه اپریل سال 2017 میلادی خوش آمدید. برنامه امروز در صفحات فیسبوک صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه. امید است تا پایان ما را همراه باشید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار امروز در برابر وزارت دفاع افغانستان در کابل را بر عهده گرفت. این گروه با نشر پیام در اعماق، خبرگزاری وابسته به این گروه گفته است که یکی از انتحارکنندگان منسوب به آنان این حمله را انجام داده است. برای دریافت تازه ترین معلومات در مورد آمار تلفات این رویداد با حسیب مودودی، خبرنگار صدای آمریکا که همکنون از نزدیک محل رویداد از طریق اسکایپ با ما با تماس هستند صحبت میکنیم. البته که همکار ما جلال میرزاد با ما در تماس هستند. جلال جان بفرمایید، تازه ترین معلومات پیش شما چی است؟ حمله چگونه انجام شده؟ تعداد تلفاتشان تا چه حد گزارش شده؟ حوالی ساعت 4 بجه امروز بود که شهر کابل یک انفجار تکان داد و این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بود که در برابر دروازه ورودی اداره امور صورت گرفته. در این موقعیت دروازه حوزه دومی امنیتی هم قرار داره و نزدیکی وزارت دفاع ملی هم است. گفته میشه که هدف این انتحار کننده موتر نهادهای امنیتی بوده. این انتحار کننده این انفجار وقتی صورت میگیره که کارمندان دولتی میخواستند از نهادهایشان بیرون شن، به طرف خانهایشان روان باشند. اما وزارت داخله افغانستان میگه که هنوز هدف انتحاری مشخص نبوده و در این انتحاری 5 نفر کشته شده و 10 نفر زخمی شده که تمامیشان غیر نظامیان هستند. چنانچه که شما گفتین مسئولیت رویداد گروه داعش بر عهده گرفته. آقای میرزاد تشکر از گزارشتان. در جریان برنامه اگر انکشاف تازه رخ میده از شما جویا میشیم. فعلا خدا نگهدار. دوستا وظایف 4 تن از اعضای ولیسی جرگه به دلیل غیابت بیش از 20 روز در این جرگه به تعلیق درآمد. این اعضای ولیسی جرگه شامل احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین دورانی و بشیر احمد تینج می باشند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت این اعضای ولیسی جرگه پس از این طبق ماده 73 اصول وظایف داخلی از تمام امتیازات محروم شده و نمی توانند در جرگه حضور یابند. در ماده 73 اصول وظایف داخلی ولیسی جرگه افغانستان هیئت اداری موظف است تا عضویت اعضای این مجلس را در موارد به حالت تعلیق درآورد. غیابت 44 روزه در یک اجلاس در کمیسیون‌ها و مجلس عمومی، حمله سلاح در داخل ولیسی جرگه، حمله فیزیکی بالای رئیس هیئت اداری و اعضای مجلس از موارد انضباطی است که منجر به تعلیق وظیفه عضو ولیسی جرگه گشت می‌تواند. در فقره دوم این ماده همچنان آمده است عضو که در طی یک ادلاس 20 روز غیرحاضری دائمی داشته باشد از تمام امتیازات محروم و حق اشتراک در جلسات را ندارد. اقدام بی‌سابقه ولیسی جرگه افغانستان چه پیامی را با خود دارد؟ تصمیم به خاطر به تعلیق در آوردن عضویت 4 نماینده در ولیسی جرگه چگونه گرفته شده و عواقب این تصمیم چگونه خواهد بود؟ برای بررسی جوانب حقوقی و سیاسی اقدام خواستیم با محترم عرفان الله عرفان، نایب دوم ولیسی جرگه که هم اکنون در استودیو کابل حضور دارن، بحث داشته باشیم. عرفان صاحب سلام بر شما. خسته و مانده نباشید. سلام خدمت شما و تشکر بار سلام خدمت شما و بینندگان محترم. در آغاز اگر بگوین سبب اساسی و یا هم عامل اساسی برای اتخاذ چنین تصمیم بی سابقه در ولیسی جرگه چی بوده؟ کوتاه اگر سبب و انگیزه اساسی چنین تصمیم روزی مجلس نمایندگان همانا انتقادهای شهروندان و حتی اعضای ولیسی جرگه
در ارتباط به غیابت یک تعداد از وکلای محترم که زیادتر غیرحاضری داشتن و در بعضی از موارد ما نمیتونستیم نصاب درست به خاطر تصامیم تکمیل بکنیم، پس به خاطر بهبود بخشیدن وضعیت کاری در روسیجی و مجلس نمایندگان امروز در مطابقت به ماده 73 قانون اساسی اصول وظایف داخلی تبریک شما به اشاره کردید تصمیم گرفته شد تا ما باشه در مجالس بعدی خود دارای نصاب کامل بوده باشیم و تصامیمی که گرفته میشه در مطابقت به حضور وکلا باید صورت بگیره. افغان صاحب، چرا تنها 4 نفر مشخص کردین؟ آیا کسای دیگه هم نیست که غیرحاضری بیش از 20 روز دارن یا خیر؟ یقینا ما کسایی رو داریم که حتی در حدود یک سالی که سپری شد و حتی 2 سال حضور نداشتن در پارلمان افغانستان، ولی ما با تعدیل اصول وظایف داخلی چون در گذشته هرگاه عضویت یک وکیل میخواست به طرف تعلیق بره ضرورت به این بود که یک ثلث از کل اعضا یا پیشنهاد بکنن به مجلس و به هیئت اداری و 2 ثلث رأی بدن به خاطر تعلیق وظیفه یک کسی که غیر حاضر طولانی میباشه، ولی با تعدیل در اصول وظایف داخلی فعلی این صلاحیت واگذار شده به هیئت اداری و ما در مطابقت به صلاحیت هایی که جدید از طرف اصول وظایف داخلی بر ما واگذار شده این تصمیم گرفتیم و این تصمیم آغاز شد از شروع اجلاس فعلی به این معنا که از 15 حوت سال 1395 که ما در ماه حمل 1396 قرار دادیم به این اساس ما تصمیم گرفتیم که بعد از این در مطابقت به اصول وظایف داخلی جدید این اقدامات انضباطی روی دست گرفته میشه و کسانی که در طول 35 روزی که در حدود از اجلاس فعلی میگذره متوالی در 20 روز حضور نداشتن یا به حیث غیر حاضرای دائمی و یا کسایی که تحت این شرایط داخل میشدن یا به عضویتشان برای امید اجلاس و همچنان به امتیازاتشان در اجلاس قطع خواهد شد. نگرانی از این است که در گذشته موارد انضباطی بزرگتر نقص شدن مثل لط و کوب اعضای ولسی جرگه، جنگ و جدال در داخل ولسی جرگه، چرا تصمیم در اون موارد گرفته نشده؟ و یک مسئله، سرنوشتی 4 نفر چی میشه؟ اینا چی صلاحیت و یا هم اقدام کرده میتونن دارن؟ و شما لیست بعدی کسای دیگه را هم دارین که عضویتش به تعلیق برن یا نه؟ تشکر. یقینا کسانی که در گذشته اقدام کردن به پرخاشگری ها و یا اینکه حملات فیزیکی انجام صورت گرفته در بین وکلا، صلاحیتی که باید داری داده شده بود در قبل این بود که تنها یک توصیه یا یک اخطار و نهایتا اخراج از مو جلسه همان روز، ولی در اصول وظایف داخلی جدید که قسمه شما ماده 73 رو به او اشاره کرده این صلاحیت بیشتر داده شده باید داری که اگر حمله سلاح صورت بگیره و حمله فیزیکی صورت بگیره هیئت اداری صلاحیت داره که تصمیم بگیره و یا اخراج بکنه و حتی عضویتشان رو به تعلیق بره. سرنوشت کسانی که 4 دوستای ما که مشمول ایلست شدن، سرنوشتشان این است که تا آخر اجلاس کاری ما که در حدود در تا اوایل ماه اسد دوام میکنه یا حق حضور اگر اینا فردا به ولسی جرگه برگردن اقدام شما در مقابلشان چی خواهد بود؟ دستگیر میشن؟ توقیف میشن؟ توقیف ما صلاحیتش نداریم، ولی تنها ممانعت صورت خواهد گرفت از حضورشان در تالار عمومی مجلس نمایندگان و اینکه در کمیسیون ها. و سوال بعدی تانی که کسان دیگر آیا هم در چنین لیست خواهد بود یا خیر، خدمتتون عرض میکنم که ما اگر بعد از یک هفته بعد بررسی میکنیم حاضری وکلای محترم و در صورتی که کسانی بوده باشه که متواری یا پی در پی یا حاضر نبوده باشند برای 20 روز در مجلس، در صورت یا هم لیستشان اعلان میشه و به سرنوشت 4 همکار ما مواجه خواهند شد. تشکر آقای عرفان، بقیه روز شما خوش. تشکر از معلومات. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید سطح اعتماد بین مسکو و واشنگتن از زمان رسیدن دونالد ترامپ به قصر سفید یا هم ریاست جمهوری ایالات متحده به وخامت گذاشته است. این در حالی است که یک روز قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بیان داشت که پوتین از یک فرد بسیار بد که اشاره به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بود حمایت میکنه. از جانب دیگر ریکس تلرسن وزیر امور خارجه ایالات متحده هنی دیدارش امروز از مسکو ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مذاکرات به منظور روشن ساختن دلایل اختلاف شدید میان دو کشور روی بحران سوریه دایر میشه. همکارم لیلا حبیب عظیمی امین اکنون است مقابل امارات کنگره با ما هستند و جزئیات بیشتر ایشان دنبال کردن. لیلا جان، چه چیزهای تازه شما دارین؟
با سلام و سپاس آقای زیا، بحران‌های اخیر سوریه به خصوص حملات اخیر در سوریه باعث تنش‌ها و ایجاد تشنجات بیشتر بین دو کشور ایالات متحده و روسیه گردید که ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده اخیراً به سفر به روسیه کرد و امروز در ملاقات و مذاکره با همتای روسی خود سرگی لوفروف در مورد علایق مشترک و اهداف مشترک هر دو کشور برای ایجاد روابط بهتر مذاکره و تبادلات نظر نمودند. برای شرح بیشتر جزئیات این نظریات با گزارش توجه بینندگان را جلب می‌کنیم. رئیس جمهور ترامپ که در نشستی با شبکه فاکس از حمله کیمیایی 4 اپریل بالای غیر نظامیان در سوریه صحبت می کرد گفت راکو پست کنده بگویم پوتین از یک فردی که واقعا بد است حمایت می کند و من فکر می کنم که برای روسیه، برای بشر و برای تمام جهان بد خواهد بود. لکن وقتی شما حتی یک قطره گاز یا یک بم یا دینامیت را درست در وسط گروهی از مردم پرتاب می کنید، دور از انصاف است که با این عمل کرد کودکان را بی دست و پا و سر ببینید. این روش حیوانی است. پوتین روز سه‌شنبه گفت اتهامات واشنگتن علیه دولت سوریه در مورد حمله کیمیایی شبیه ادعاهای قبلی ایالات متحده است که در سال 2003 قبل از اشغال عراق می نمود. ریک تلرسن وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتند که آنها جلسه امروز چهارشنبه ایشان را با هدف روشن ساختن دلایل اختلاف شدید میان دو کشور برگزار کردند. تلرسن و لاوروف در میان افزایش تنش‌ها در سوریه مذاکره کردند. لاوروف با تلرسن گفت روسیه پرسش‌های در مورد نظریات بسیار مبهم و متناقض ایالات متحده دارد. من باور دارم که این مذاکرات به ما فرصت لازم را میسر می‌سازد، طوری که با رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین مورد بحث قرار گرفت تا به بحث صادقانه بپردازیم، زیرا در آینده برای همکاری‌های ما در درجه نخست و به منظور پیشبرد همکاری‌های ضد دهشت‌افغانی گسترده میان ما دورنمای روشنی را در بر خواهد گرفت. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفت جلسات امروز آنها در دقایق مهم برای روابط صورت گرفت، طوری که آنها بیشتر بتوانند ساحات اهداف مشترک خیش را واضح سازند. زمینه‌های منافع مشترک که حتی زمانی که عملکرد ما تکتیکی باشد رویکرد با آن خیلی متفاوت و روشن بوده بتواند. من مشتاقانه منتظر تفاهمات و تبادل نظریات صمیمانه و روشن هستم تا که ما بهتر بتوانیم با روابط خود با روسیه از این به بعد جلو رویم. این مذاکرات در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن و مسکو هر دو در حال اتهامات شدید در مورد همدیگر روی حمله کیمیایی در هفته گذشته در سوریه هستند. خب شما میدانین که بیشتر تقاضای ایالات متحده از روسیه عدم حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است، ولی اخیرا قصر کرملین اعلام کرده است که اگر روسیه حمایت خود را از بشار الاسد که یک حکومت مشروع بر سر اقتدار است خاتمه دهد یا متوقف بسازد، در حقیقت حمایت خود از اشتراک یا تلاش ها برای مبارزه علیه گروه داعش متوقف خواهد ساخت. ضمناً قصر کرملین گفته است که با احتمال زیاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر امروز با وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات داشته است. آقای زیا؟ بله ماجان، تشکر از گزارش شما. بقیه روز خوش. تشکر. در ایران روند نامنویسی کاندیدان ریاست جمهوری آغاز یافته و در دومین روز این روند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران با ثبت نامش به حیث کاندید تعجب همگی برانگیخت. این اقدام احمدی نژاد با آزمون کشیدن رأی آیت الله خامنه ای رهبر ایران است، زیرا آقای خامنه ای از او خواسته بود تا از کاندید شدن در انتخابات حذر کند. جزئیات بیشتر از احمد فؤاد لامی. علی خامنه ای رهبر ایران که بالاترین مرجعی با صلاحیت در آن کشور شمرده می شود، در ماه سپتامبر به محمود احمدی نژاد گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید نکند، زیرا این کار می تواند باعث تفرقه و آسیب در کشور شود. احمدی نژاد که در سالهای اخیر ریاست جمهوریش تنش‌های با خامنه ای پیدا کرده بود، در ماه اکتبر اعلام داشت که گفته رهبر را پذیرفته و وارد کارزار انتخاباتی نخواهد شد، اما امروز این عهدش را شکست. گرچه توصیه ایشون به معنای نهی نبود، گفتن نمیگوییم بیایید، نمیگوییم نیایید،
توصیه بود، علارغم این که توصیه ایشون مانع از حضور نبود. احمدی نژاد که در دوران ریاست جمهوری او سیاست ایران باعث تنش‌های زیاد با غرب گردید، دلیل ثبت نام خود را در انتخابات ریاست جمهوری فشار مردم خواند و افزود که ثبت نامش فقط به خاطر حمایت از حمید بقایی در انتخابات پیشروست. برخی از تحلیلگران میگویند که احمدی نژاد با این اقدام سعی کرده تا حذف بقایی از لیست کاندیدان توسط شورای نگهبان را دشوار سازد و به این گونه اگر شورای نگهبان کاندیداتوری احمدی نژاد را رد کند، حداقل بقایی را اجازه رقابت دهد. حمید بقایی سابقه معاونیت ریاست جمهوری داشته، اما در سال 2015 مدت 7 ماه به دلایل نامعلوم بازداشت شده بود. بسیاری گمان میبرند که شاید مسئله فساد در بین بوده باشد. حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در دستور کار خواهد بود. باید تمام موانع برداشته شود و تمام لوکوموتیو های پیشرو اقتصاد را فعال کرد. حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران که انتظار می رود برای دور دوم نیز خود را کاندید کند، در مقایسه با احمدی نژاد و بقایی میانه رو محسوب شده و بزرگترین دستاوردش توافقنامه هستوی با قدرت های جهان بود. اما بسیاری از افرادگرایان ایران می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری به دور کاندید جمع شوند که در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موضع سخت و خشن احراز کند. در میان کسانی که تا حال نام نویسی کردند، مهدی خزعلی یک وبلاگ نویس و منتقد حکومت نیز شامل است. او طرفدار بهبود روابط با غرب است. با تمام جهان تنش زدایی باید شود و رابطه تعامل مثبت دو جانبه. قهر نمی کنیم با کسی که مدعی هستیم ما طلبکاریم. نام نویسی کاندیدان ریاست جمهوری ایران تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت و تا کنون بیش از 100 نفر خود را ثبت نام کردند. فهرست کاندیدان بعداً برای تایید به شورای نگهبان می رود. آن شورا و رهبر ایران صلاحیت دارند که تعداد زیادی از کاندیدان را غیر واجد شرایط خوانده و از فهرست حذف کنند. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اتحادیه اروپا تحریم ها علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. شورای اروپایی کشورهای عضو این اتحادیه دیروز در یک اعلامیه گفت این تحریم ها در پاسخ به تخطی های جدی حقوق بشر در ایران تا اپریل سال 2018 تمدید میشه. تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و منجمد شدن دارایی های حداقل 82 تبعی ایران و یک سازمان ایرانی است. بر اساس توافقنامه سال 2015 میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روی برنامه هسته‌ای تهران، در بدل رفع تحریم‌ها بالای این کشور محدودیت‌های وضع شده بود. مقامات پاکستانی می‌گویند که نیروهای امنیتی آن کشور در عملیات جداگانه یک گروه 5 نفری شورشیان عمده را دستگیر کردند که برای شبکه‌های القاعده و گروه دولت اسلامی کار می‌کردند. یک سخنگوی نیروهای شب نظامی پاکستان گفته است که دستگیر شدگان شامل متخصصین تولید بم، انتحار کنندگان آموزش دیده و یک استخدام کننده شبکه القاعده است. با گفته این مقام، شمار از افراد بازداشت شده در حملات دهشت افغانانه بر اقلیت‌های مذهبی در پاکستان دست داشته و در سال‌های 2013 ممکن در کمپ‌های القاعده در وزیرستان شمالی و افغانستان آموزش دیده و بعد به شهر کراچی پاکستان مسکن گزین شدند. در آن طرف، هند و بریتانیا در تلاش گسترش رابط دو جانبه است. مایکل فلن، وزیر دفاع بریتانیا، در جریان یک سخنرانی در دهلی جدید گفت که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تمایل بیش از حد هند برای سرمایه گذاری در بیرون، اکنون فرصت گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور بهتر از هر زمان دیگر است. وزیر دفاع بریتانیا همچنان گفت که کشورش قصد دارد تا همکاری ها را در بخش مبارزه با دهشت افغانی و امنیت سایبری نیز با دهلی جدید گسترده دست سازد. آقای فلن فردا با همتای هندیش در دهلی نو دیدار می کند. بهله هنود و سک در جلال آباد برای ننگرهار از جشن ویساک تجلیل به عمل آوردند و در مراسم زیربنای اولین مکتب برای شاگردان اهل هنود و سک نیز گذاشته شد. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار تلویزیون آشنا در مورد از برای ننگرهار گزارش دارد. زمانی بود که در حدود 10,000 خانواده اقلیت‌های اهل هنود و سک در شرق افغانستان بسر می‌بردند، ولی با گذشت 3 دهه جنگ‌های داخلی در افغانستان بیشتر این فامیل‌ها به کشورهای دیگر آواره شدند و اکنون تنها در حدود 100 فامیل در شهر جلال‌آباد باقی مانده است.
عید مذهبی اقلیت‌های اهلی هنود و سیک هر سال به تاریخ 23 حمل برای 3 روز تجلیل می‌گردد و امسال نیز این مراسم برگزار شد. می رفتیم به سرخرود و چشمه های تاریخی و مذهبی ما روز دوم روز مهمانان است در همین جا در درمسال و روز سوم هم در داخل درمسال تجلیل می گردد. همچنان امسال در این مراسم سنگ تهداب تعمیر نخستین مکتب اقلیت های اهلی هنود و سیک نیز در جلال آباد گذاشته شد. ایمار این مکتب پس از آن صورت می گیرد که مسئولان معارف این ولایت از طریق گزارش های مکرر رادیو آشنا و مشکلات اطفال اهلی هنود تصمیم حل این مشکل را گرفتند. اینها دو خواست اساسی داشتند که امروز الحمدلله هر دویان در عید ویساک تکمیل شد. یک هم اینها خواهان تعمیر مکتب بودند که همین چند لحظه قبل سنگ تهداب تعمیر مکتب را گذاشتیم. کار آن در 6 ماه تکمیل می‌گردد. همچنان کار محوطه چشمه های مذهبیشان در ولسوالی سرخرود هم از سوی ریاست انکشاف دهات اعمار می‌شود. 495 سال پیش گروه بابا نانک مرشد مذهبی اقلیت های اهلی هنود و سیک وارد ننگرهار شد و 494 سال قبل آنها برای انجام عباداتشان نخستین درمسال یا عبادتگاه مذهبیشان را در شهر جلال آباد تهداب‌گذاری کرد. اینجا درمسال مرکزی اقلیت های اهلی هنود و سیک واقع در شهر جلال آباد است. اینها هم سال جشن ویساکشان در همین درمسال تجلیل می‌کنند. امسال صدها تا از مقامات دولتی و باشندگان محل نیز در این مراسم جشن ویساک با اینها اشتراک گزیده بودند. ضیاءالرحمن حسرت، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، شهر جلال آباد. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف کوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامع. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، کوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. دوستا عمر اکرم موسیقیدان امریکایی افغان تبار است که برنده جایزه گرامی به خاطر آلبوم موسیقیش و کمبوزهایش شده. شرح بیشتر فعالیت های این هنرمند افغان تبار را از آقای حفیظ آصفی همکار ما میشنویم که به خاطر ملاقات این شخصیت با یا همین کاراکتر به ایالات کالیفرنیا سفر کرده و گزارش هم در موردش داشت. چیز کوتاهی در مورد آقای اکرم اگر دارین بگوین. تشکر. سلام به شما آقای ضیاء و بینندگان. خوست گرمی اوارد معتبرترین جایزه در جهان موسیقی است. کمی رقم که اسکار در جهان سینما است، گرمی اوارد هم در موسیقی و اکرم آقای اکرم تانه است. البومش که پژواک عشق نام داره بهترین جایزه البوم در جشنواره نصیب شده. من رفتم دیدن آقای عمر اکرم به همراه همکار ما سمیر رسولی با گزارش تهیه کردیم که شما و بینندگان دعوت میکنم تا به او نگاه کنیم. حتما. عمر اکرم یک نوازنده، یک آهنگساز است. آهنگسازی که بر بلندترین پله‌های موفقیت در موسیقی گام نهاد. او که نوازندگی را در کنار استادان با تجربه آموخت، از آوان جوانی بر آن شد که زندگیش را با موسیقی بیامیزد. عمر اکرم آهنگساز آمریکایی افغان تبار است که ملاقات او با دکتر مایک وسیلو مانولاکیس در دهه 90 باعث شد تا مردم با نام و موسیقی او آشنا شوند. دکتر مانولاکیس که اولین تهیه کننده ی البوم موسیقی عمر اکرم است، از نخستین دیدارش با عمر اکرم قصه میکند. قرار شد با این نوازنده که عمر اکرم نام داشت از نزدیک ببینیم. او در دفترم آمد و با یک پاکت پلاستیکی پر از نوارهای کست. وقتی به اولین آهنگش گوش شدم پرسیدم این آهنگ شما نوشتین؟ گفت بله. و باز پرسیدم پیانوی این آهنگم شما نوختین؟ گفت بله. آهنگ دومی هم همینطور و سومی و چهارمی. تمام آهنگای را کمر نوشته و اجرا کرده بود، پر از احساس و نهایت زیبا بود و من تصمیم گرفتم اولین آلبومش را تهیه کنم. آلبوم پژواک عشق عمر اکرم را که دکتر وسیلو مانولاکیس تهیه کرده بود در سال 2013 بزرگترین جایزه موسیقی گرامی اوارد بهترین آلبوم را به دست آورد. عمر اکرم این دستاورد بزرگش را حاصل سالها تلاش خودش و تشویق فامیلش می داند. ما خوشبختانه در یک فامیل کلان شدیم که پدر و مادر مرا تشویق می کرد
از خورترکی مثلا 5 ساله که بودم در پراگ زندگی میکردیم 6 ساله و در وقت بر ما پیانو خریدن. وقتی که عمر جان برد گفت اولین افغان امریکن که گرامی برد یعنی او که پابلش شد میدیا یک جای افتخار بود برم. استیو الیور یکی از نوازندگان است که با عمر اکرم می نوازد و قرار است تازه ترین آلبوم او را هم تهیه کند. او می گوید که نواختن در کنار عمر لذت بخش است. عمر همیشه با ایده های تازه و بکر به استودیو می آید. ملودی های رک عمر نوشته می کند شگفت انگیز است. موسیقی عمر موسیقی دنیایی است. امتزاجی از موسیقی پاپ و موسیقی سنتی. کار کردن امروی عمر برای تهیه آلبوم جدیدش بسیار لذت بخش است. عمر اکرم میگوید که موسیقی او ریشه در اصالت شرقی دارد. ولو که در کلاسیک غربی در حساب موسیقی را یاد گرفتیم، بازم خودم خونم افغان و شرقی است. نی هر دوی زیرا که کامبینیشن میکنی، یعنی کامبینیشن موسیقی مسکال مشنوی. عمر اکرم در ایالات متحده زندگی می کند. او می گوید که این کشور هرچند فرصت های زیاده را در اختیار همه قرار می دهد، اما موفقیت فقط از آن کسی است که تلاش می کند. امریکا جای land of opportunity که می گن جای است که زمینه براتون مساعد است هر کار که بکنید. منتها خود آدم باید زحمت بکشه و خود آدم باید زیاد کار کنه، وقت خود آدم ضایع نکنه، هر چیز آدم کنه میتونه، هر کار آدم پیش برده میتونه. برای عمر که در کشورهای زیاد زندگی کرده است، بودن با خانواده و دوستانش گزینه است که او را به هویتش ربط میدهد. او میگوید که حال او هویتش را در موسیقی و خانواده اش مییابد. حفیظ آصفی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کالیفرنیا. آسفیس، چیزهای تازهی در گزارشتان در مورد آقای اکرم شنیدیم. آیا این جایزه نقطه پایان کارش بود و یا هم شنیدیم که آلبوم های دیگه داره و میخواه چیز کار دیگه؟ بله، جالب است که سال 2013 آلبوم پژواکش جایزه رو برد، اما کارش از یک نگاه نو تازه آغاز شد، درهای دیگه برش باز شده، با پرودوسرها و نوازندگان جدید کار میکنه و امسال آخرین آلبوم خودم میکشه که قسمت از آهنگش هم در جریان گزارش میده. از تازه ترین آلبومش هست که بله، متاسفانه نامش هم گفته نمیتونم برای زیک اونا نگاه کردن به خود و این تازه ترین آلبومش هست با نوازنده های جدید و ملودی های نو. چگونه یافتین؟ فوق العاده پرکار و بسیار در عین حال شکسته. فکر کنید که یک کسی که بر اولین بار یک افغانی که افتخار میکنه که جایزه پژواکش گرمی اوارد میگیره باید بسیار به خود بباله، میباله، اما در این حال بسیار شکسته است. فکر میکنه که فقط آغاز یک کارش است، آغاز یک کار حرفه‌ای. چی میگفت برای مردم افغانستان؟ چی پیام داشت کارش؟ کار نکته بسیار جالب است که این سوال ما هم کردم که آیا روح شرقیش تاثیر داشته در آفرینش آثار موسیقیش، و او بر من گفت که هرچند من موسیقی کلاسیک غربی را آموختم، اما روح من شرقی است، من افغان هستم، و آمیزش این دو چیز آلبوم نویش با وجود آورده که آمیزی از موسیقی شرق و غرب است. امید است اگر فرصت دیگه داشته باشین و یا هم شاید پرسانش کرده باشین که کارش هم میخواه انتقال بده میراثش برای افغانستان، برای افغانا و یا هم نی. واضح خب این رقم هنرمندا به نظر من هنرمندای دنیایی است که کارشان در حیطه یا محدوده یک کشور خلاصه نمیشه، اما افتخارش برای افغانستان بزرگتر میتونه باشه. تشکر آقای آصفی، گزارشتان رو دیدیم. با امید موفقیت های بیشتر برای آقای اکرم و تشکر از شما. تشکر از شما. دوستان، بخش دری برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه، اما همکارم در نیم ساعت بعدی با تازه ترین ها میزبان شما خواهد بود. تا برنامه فردا، خدا نگهدار شما. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. با طول و چارو که در امریکا غک در ارزختون و غروالی ارائه اخبار مؤثق، معتبر و جامعه چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای آمریکا، آشنای شما. در امریکا غک اکشن تلویزیون خبری سر تکی.